با نام خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 22 ماه عقرب سال 1397 هجری خورشیدی در آغاز سرخط چند خبر. حمایت برخی از احزاب از طرح احتمالی آمریکا برای ایجاد یک حکومت موقت در افغانستان. خوشبینی شورای عالی صلح است تلاشای صلح جویانه زلمه خلیلزاد. د پاره شپږ میاشتې وخت ورکړی دی ورکړی دی نو د شپږ میاشتو کې به دا یو نتیجه خپل نظام ته خپل ادارې ته ښیي. سفر مقام های نظامی به غزنی و فرستاده شدن نیروهای تازه نفس به بلوسپوری های جاغوری و مالستان. به قدر کافی نیروهای حمایوی به ولسوالی های مالستان و جاغوری رسیده. مقامات ارشد امنیتی در حال حاضر در ولایت غزنی حضور دارند. انتقاد خانواده های قربانیان حمله انتحاری دیروز از تامین نشدن امنیت حرکت های اعتراض آمیز. و کشته شدن چهار فلسطینی و پرتاب 400 موشک به سوی اسرائیل. مشروع خبرها. وال استریت جورنال از زبان مقام های آمریکایی نوشته است که آمریکا گزینه بعد تطبیق افتادن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را زیر بررسی دارد. شمار سیاستگران و احزاب سیاسی از طرح احتمالی آمریکا درباره بعد تطبیق افتادن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و ایجاد یک حکومت موقت استقبال می کنند. در این حال سفارت آمریکا در کابل می گوید که به حمایت از کمیسیون های انتخاباتی و حکومت افغانستان با آمادگی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه حمل سال آینده متعهد است. اما می افزاید که زمان برگزاری انتخابات وابسته به افغانان است. انیسه شهید گزارش می دهد. سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل ظاهراً در واکنش به گزارش وال استریت جورنال در صفحه توییترش نوشته است که از آمادگی های کمیسیون های انتخاباتی و حکومت افغانستان برای انتخابات ریاست جمهوری در ماه حمل سال آینده پشتیبانی می کند، اما می افزاید که زمان برگزاری این انتخابات وابسته به افغانان است. وال استریت جورنال نوشته است که برای پیشرفت در گفتگوهای صلح گزینه نشستی را مانند نشست بن بررسی می کند که در آن طالبان نیز شرکت کنند و پس از آن یک حکومت ایجاد شود. اگر کمک بکند تأخیر انتخابات یا اداره موقت به یک صلح جامع، در اون صورت اشکال وجود ندارد. یکی از کسان نزدیک به حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین، برگزاری انتخابات را در شرایط کنونی بی‌معنا می‌داند. پس پنج ماه بعد وقت از حکومت هم پوره میشه. پس که وقت حکومت پوره میشه، خوب است که یک اداره موقت قابل قبول برای طرفین باشه و اونا بتانند که باز برای انتخابات شفاف و سرتاسری راه هموار بکنند. در همین حال معاون شورای عالی صلح اولویت دادن به آمدن صلح را مهمتر میگوید. هر قدر کار صلح پیشتر شود، نزدیکتر شوه و بو حق ولید داده شوه، ای بخیر ملت افغانستان است. باز در صورت انتخابات هم خوبتر یعنی دایر شده خواهد نیست. رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات نیز میگوید که سیاستگران داخلی و خارجی رایزنی ها را درباره ایجاد حکومت موقت و به تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری آغاز کردند. ما بفهمیدیم که انتخابات برگزار نمیشه. ما طبیعی است که امروز وقتی از جانب امریکایی های مثلا مطرح میشه دیگه جای سوال باقی نمیمونه، به یقین که انتخابات به تاخیر میفته. اما ریاست جمهوری بر برگزاری انتخابات به روز 31 ماه حمل سال آینده تاکید میورزد. حکومت افغانستان به اساس فرمایش قانون اساسی کشور و تاریخ اعلان شده از طرف کمیسیون مستقل انتخابات بر برگزاری انتخابات 1398 ریاست جمهوری کاملا متعهد است. وال استریت جورنال به نقل از منابعی که خواستند نامشان گرفته نشود میگوید که برخی از مقام‌های آمریکایی از تخطی‌ها و بحران سیاسی که با انتخابات‌های افغانستان همراه است نگران هستند و بیم دارند که انتخابات ریاست جمهوری روند صلح را که از سوی زلمه خلیلزاد به پیش برده می‌شود صدمه بزند.
ترمین حال مسئول هیئت شرکت کننده شورای عالی صلح در نشست صلح مسکو میگوید که واشنگتن به زلمه خلیلزاد 6 ماه فرصت داده است تا روند صلح افغانستان را به نتیجه برساند. این مقام شورای عالی صلح میگوید که تلاش های زلمه خلیلزاد برای آوردن صلح به افغانستان امیدوار کننده هستند. در این حال هیئت شرکت کننده شورای عالی صلح در نشست صلح مسکو از برداشتار شدن مبانی بزرگ در برابر آغاز گفتگوهای مستقیم با طالبان خبر میدهد و میگوید که انعطاف پذیری های طالبان برای آغاز این گفتگوها دلگرم کننده هستند. شریف امیری گزارش میدهد. نخستین بار بود که این هیئت شورای عالی صلح و نمایندگان گروه طالبان در نشست مسکو از پشت یک میز خواستهایشان را به گوش جهانیان رسانیدند. این هیئت شورای عالی صلح از برداشته شدن موانع بزرگ از برابر آغاز گفتگوهای مستقیم با طالبان خوشنود است. من مواردی هم که طالبان گذاشتن برای آغاز مذاکره، من فکر میکنم که همچون گذشته بسیار موانع بزرگی را فرارای مذاکرات مستقیم نگذاشتن. صرف موردشان همین بود که روی اخراج قوتهای خارجی که به توافق برسیم، بعد از ما آماده هستیم به مذاکره گفتگو با طرف افغانستان، که خودش یک انعطاف خوبی بود که از طرف طالبان نشان داده شد. با این همه شورای عالی صلح به ماموریت زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان نیز خوشبین است. د دې لپاره شپږ میاشتې وخت ورکړی دی نو د شپږ میاشتو کې به دا یو نتیجه خپل نظام ته خپل ادارې ته ښیي. نو په هغه اساس موږ خو درته ویلي چې موږ د سولې تږي یو، د سولې تږي یو، د سولې غږ چې هر ځای نه راځي، هر څوک یې کوي، او صرف شفافیت پکې غواړو، اخلاص پکې غواړو، او د افغانانو سره د افغانانو لپاره غواړو. نو دې باندې که دا خلیلزاد وي که سبا بل سړی 300 که بل سړی 300، موږ دې ټولو ملاتړ کوو. چند ساعت پیش از سفر زلمه خلیلزاد به پاکستان، اسلام آباد ملا صمد ثانی رئیس بانک مرکزی در رژیم طالبان و یک فرمانده دیگر این گروه را به نام صلاح الدین از بند رها کرده است. رها شدن از اینا میتونم امیدی برای پروسه صلح واقع شوه و اونا اگر صادقانه به خاطر پروسه صلح در افغانستان کمک کنم. اما مسکو میگوید که واشنگتن در ماموریت افغانستان ناکام مانده است و از منافع روسیه و همپیمانان مسکو در افغانستان سخن میگوید. ایالات متحده امریکا بسیار دور است. افغانستان در نزدیکی روسیه قرار دارد. منافع ملی و امنیت روسیه و متحدانمان به این کشور بستگی دارد. از همین رو نمی توانیم در برابر افغانستان بی تفاوت بمانیم. مسئول هیئت شورای عالی صلح در نشست مسکو میگوید که طالبان در گفتگوی به او گفتند که چندین نشست با امریکاییان داشتند و این نشست ها رسانه‌ای نشدند. اما حکومت افغانستان به شورای عالی صلح از کشورهای منطقه و قدرت‌های بزرگ جهان می‌خواهند که در برابر صلح افغانستان رقابت‌هایشان را کنار بگذارند و در پایان دادن به جنگ‌ها و خشونت‌ها در افغانستان کمک بکنند. وزارت امور داخله میگوید که به بالاسواری های جاغوری و مالستان بالات غزنی به اندازه کافی نیروی کمکی فرستاده شده است. به گفته این وزارت، هم اکنون شمار از مقام های بلند پای دولتی به نظامی نیز در بالات غزنی حضور دارند و برای راه اندازی یک عملیات گسترده در این بخش ها برنامه ریزی می کنند. چنان که امروز رئیس ستاد ارتش نیز به غزنی رفته است. در این حال از بالات فرا خبر می رسد که در دو شبانه روز اخیر پاسگاه های نیروهای دولتی در اطراف شهر فرا چندین بار آماج حملات طالبان قرار گرفتند. تمیم حمید گزارش می‌دهد. به دنبال نبردهای چندین شبانه روزه در ولسوالی های مالستان و جاغوری غزنی، نهادهای امنیتی از رسیدن نیروهای کمکی بیشتر به این بخش خبر می‌دهند. نبردهایی که به گفته مقام های محلی افزون بر رسیدن تلفات به طالبان و جان باختن بیش از 30 تن از نیروهای دولتی به شمول بیش از 20 کماندو نیز انجامیدند. به تمام نیروهای امنیتی هدایت صادر شدن، انشاءالله وضعیت تحت کنترل است. انشاءالله ان قریب اقداماتی که ما نمیتونیم او را روی مطبوعات و در محضر عام افشا کنیم، اقدامات صورت خواهد گرفت. در همین حال به روز سه‌شنبه شماری از مقام‌های دیگر دولتی و نظامی به شمول رئیس ستاد ارتش نیز به غزنی رفتند تا چگونگی عملیات‌های نظامی را در این ولسوالی‌های غزنی به بررسی بگیرند. به قدر کافی نیروهای حمایوی به ولسوالی‌های مالستان و جاغوری رسیده
مقامات ارشد امنیتی در حال حاضر در ولایت غزنی حضور دارد و تلفات فوق العاده به نیروهای دشمن و اثر ضربات هوایی و عملیات های زمینی و دشمن رونما گردیده. این تصویرها هم که خبرنگاران محلی در ولایت فرا آنها را پخش کردند، زیانهایی را نشان می‌دهند که در نبردهای دوشنبه شب در بخش‌های از این شهر به خانه‌های مردم رسیدند. حمله‌های طالبان بر برخی از پاسگاه‌های نیروهای دولتی در اطراف شهر فرا ساعت 9 دوشنبه شب آغاز شدند و به گفته وزارت امور داخله در این رویدادها هر دو طرف تلفات دیدند. ما به دیوارم خود این دیوارم یعنی این سه کوچه از سوراخ این سوراخ ها را میبینی. ساعت 9:30 بوده که بله ما شروع شده مرمی تا ساعت 1 شو. بعد که اینا رفته عمله تانگا اومده تا بهم سو به سر اون مرمی بوردم. زن بچه کل گریه میکرده که اصلا این کوچه هم زلزله بوده. پیش از این نیز باشندگان فرا و غزنی از آنچه که ادامه ناامنی ها در ولسوالی های گرد و پیش مرکزهای این ولایت ها میگویند ابراز نگرانی کردند. چنان که به گفته باشندگان این شهرها شبانه در اطراف فرا و غزنی صدای تیراندازی ها شنیده می شود و گاهگاه پاسگاه نظامی در این بخش ها آماج حمله های طالبان قرار می گیرند. در این حال شمار از بیدار شدگان جنگ های ولسوالی های مالستان و جاغوری ولایت غزنی می گویند که مردم در این ولسوالی ها در اوضاع بد به سر می برند. در این حال امروز کاروان کمک ها با 1000 خانواده بیدار شده از ولسوالی های مالستان و جاغوری ولایت غزنی از کابل به سوی شهر غزنی حرکت کرد. جمعیت هلال احمر افغانی می گوید که این کمک ها نزدیک به 2 میلیون افغانی ارزش دارند و مشمول لباس، خوراک و دیگر ابزارهای مورد نیاز این بیدار شدگان جنگ هستند. در این باره هم تمیم حمید گزارش دارد. پس از چند شبانه روز کاروانی از بیجا شدگان جنگ های ولسوالی های مالستان و جاغوری به شهر غزنی رسیدند. رای موتر طالب بوده 1 ساعت مرومین چطال داد بعد از اموره دیگه بچم که برتا چیز کار کرد خبر بادی موتر بودی دیگه اون شده دندک دوم دیگه تو پاشچه منطقه مقلع یاد میشه طالب ها تمام منطقه رسیده بود دیشه تا همین نزدیک بازار رسید نزدیک ولسوالی رسیده بود بازار کنه مگه در اونج رسیده بود. اما از جنگ میگویند و از رویدادهایی که در انگام حضور در زادگاهشان و یا در راه فرار از این جنگ ها گواهیشان بودند. طفلش سخت کرده دام وسط راه و نمو طفلای سخت کردم کسی خانومی سخت کرده پس رفتن در جای دیگه گفت ما به این وضعیت بریم تلف میشه. در همین حال در کابل کار فرستادن کمک به 1000 تن از این خانواده های بیجا شده نهایی شده است. مواد غیر غذایی ما شامل خیمه، کمپل، ترپال، بشکه و سیت آشپزخانه است. مواد غذایی ما شامل برنج، لوبیا، شکر، روغن، نمک است. بر بنیاد آمارهایی که وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث پخش کرده است، جنگ ها و نیز خشکسالی ها در ولایت های غزنی، اروزگان و غور باعث شدند که امسال بیش از 20,000 خانواده از ولسوالی های اروزگان خاص، مالستان، جاغوری، چهارصده و پسابند این ولایت ها بیجا شوند. خبرهای جهان هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. با طلو و طلو نیوز باشید. ادامه خبرها از طلو و طلو نیوز. در حمله هوایی نظامیان اسرائیلی بر نوار غزه 4 تن از فلسطینیان کشته شدند و چندین تن دیگرشان زخم برداشتند. درگیری ها میان نظامیان اسرائیلی و گروه حماس پس از آن آغاز شدند که دیروز در عملیات نظامی اسرائیلی در نوار غزه 6 تن به شمول 2 فرمانده حماس کشته شدند. در این حال وزارت امور خارجه اسرائیل میگوید که دیشب گروه حماس بیشتر از 400 موشک را بر شهرهای گوناگون اسرائیل شلیک کردند. پس از درگیری‌های روز گذشته میان نیروهای اسرائیلی و فلسطینیان، دیشب گروه حماس صدها موشک را بر اهداف در اسرائیل شلیک کرد. نیروهای هوایی اسرائیل هم در حمله بر نوار غزه چندین ساختمان را به شمول ساختمان یک شبکه تلویزیونی وابسته به حماس را ویران ساختند.
تمام مردم در اینجا غیر نظامیان هستند. ما با کودکانمان از اینجا گریختیم. هنگامی که برگشتیم ویرانی های بزرگ را دیدیم. آنان محله های مسکونی را به گونه کامل ویران ساخته است. من در اینجا در نزدیک دروازه بودم. اولی نیمه شب بود که آواز یک انفجار بزرگ را شنیدم. سپس به پایین رفتم و دیگران را صدا زدم. در همین حال وزارت خارجه اسرائیل میگوید که گروه حماس بیش از 400 موشک را بر اهداف در اسرائیل شلیک کرده است. بخش های جنوبی اسرائیل زیر حمله هستند. در 24 ساعت گذشته بیش از 400 موشک بر شهرها و روستاهای ما فرود آمدند و تلفات هم داشتند. حماس همدان غیر نظامیان ما را هدف قرار می‌دهد. با درگیری های اخیر بیم آن می رود که بار دیگر نیروهای هوایی اسرائیل حمله هایشان را بر نوار غزه از سر بگیرند. با این هم چند خبر کوتاه جهان. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران می گوید که برای سوختگیری هواپیماهای ایرانی در لبنان و ترکیه راههایی وجود دارند. پیش از این لبنان و ترکیه گفته بودند که به علت تحریم‌های ایالات متحده سوختگیری هواپیماهای ایرانی را در میدان‌های هواییشان متوقف می‌سازند. مشاوران بهداشتی در ایالات متحده آمریکا به مردم توصیه می‌کنند که برای تندرست بودن کمتر بنشینند و بیشتر فعالیت کنند. آنان برخی از شیوه‌های تازه ورزشی را نیز به مردم یاد دادند. در همین حال کسانی که از این شیوه‌ها پیروی کردند، این شیوه های ورزشی را بسیار سودمند می دانند. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. از مجموع 124 میلیارد افغانی بودجه توسعه سال مالی 1398 هجری خورشیدی، 63 میلیارد افغانی آن بودجه غیر اختیاری است. بودجه غیر اختیاری در سال مالی 97 59 میلیارد افغانی بوده است. در این حال شما از آگاهان امور اقتصادی میگویند پروژه هایی که از طریق بودجه غیر اختیاری عملی می شوند اثرگذاری کمتری دارند، زیرا در همخوانی با نیازمندی های مردم و حکومت از سوی نهادهای جهانی عملی نمی شوند. مسئولان وزارت مالیه می گویند که از 124 میلیارد افغانی بودجه توسعه سال مالی 1398، 63 میلیارد افغانی آن بودجه غیر اختیاری است. در سال 1398 که ما برای بودجه انکشافی خود 124 میلیارد افغانی را در نظر گرفتیم، 61 میلیارد او اختیاری و متبقی از او غیر اختیاری. در همین حال برخ از آگاهان امور اقتصادی میگویند پروژه هایی که در بودجه توسعه از طریق بودجه غیر اختیاری هزینه می شوند اثرگذاری چندان ندارند. کدام چیزا برای افغانستان اولویت داره او خیلی برای ما مهم نیست. یک بحث دوم، پولا در اون موقع به وقتش تادیه نمیشه و پروژه ها به شکل صحیحش پیش نمیره. بحث سوم هم نظارت درست از این صورت نمیگیره و نمیتونه حکومت افغانستان، شورای ملی افغانستان نظارت کنه. وقتی نظارت صورت نگیره حیفمال در ازی یقیناً در ازی بودجه ها زیاد خواهد. متاسفانه پروژه های تطبیق میشه که اصلا به درد بخور نیست و امو چیزی که مردم تقاضا داره به مردم اون. این در حال است که بر بنیاد آمارهای وزارت مالی از مجموع 111 میلیارد افغانی بودجه توسعه سال مالی 97، 52 میلیارد افغانی آن بودجه اختیاری و 59 میلیارد افغانی آن بودجه غیر اختیاری بوده است. حاصلات پسته در بادغیس امسال به 21 هزار تن رسیده است. مسئولان وزارت زراعت و بیری میگویند با آنکه خشکسالی های امسال کشاورزی و باغداری را در کشور صدمه زده است، اما باغهای پسته در بادغیس به اندازه سال گذشته حاصل دادند. در این حال شمار از آگاهان امور اقتصادی میگویند که حکومت باید زمینه ایجاد باغهای پسته را در ولایت های دیگر کشور نیز فراهم بسازد. با این هم نرخ شمار از ارزها در برابر افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 76 افغانی، یک یورو 85 افغانی و 40 پول،
یک درهم امارات 20 افغانی و 40 پول، 1000 روپیه هندی 1030 افغانی، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 60 پول و 1000 روپیه پاکستانی 563 افغانی. خبرهای ورزشی را مسعود ملک تقدیمتان می‌کند. آقای ملک خوش آمدید. سپاسگزار است. خبرهای ورزشی هم تا لحظات بعد. تیم ملی فوتبال عبدالسال کشور سومین حریفش را 11-0 شکست داد. سومین دیدار تیم ملی عبدالسال کشور در جام سوبراتو که در کشور هند در حال برگزاری است مقابل تیم تمل نادو با نتیجه پرگل 11-0 به نفع بازیکنان کشور به پایان رسید. علی و سمیر سمندری هر کدام 3 گل، نومان ولیزاده، شکیب، علی بابا، شبیر و روح الله هر کدام 1 گل برای افغانستان به ثمر رساندند. رقابت‌های بین‌المللی سوبراتو کپ از طرف کشور هند با حضور 40 تیم آسیایی و اروپایی هم ساله در رده‌های سنی مختلف برگزار می‌شود. رقابت‌های دوستانه فوتبال میان باشگاه‌های ولایت لوگر آغاز گردید. هدف از برگزاری این رقابت‌ها انتخاب چهره‌های برتر و لیگ برتر و لیگ الف فوتبال این ولایت است. لیونل میسی فوق ستاره آرژانتینی بارسلونا عنوان بهترین بازیکن و گلزن را از سوی نشریه مارکا به دست آورد. میسی در فصل گذشته لالیگا توانسته بود 34 گل به سود تیمش بزند و با بارسلونا فاتح لالیگا و کوپا دل ری نیز شود. سولاری رسما هدایت رئال مادرید را به عهده گرفت. سانتیاگو سولاری که چند پیش به طور موقت هدایت رئال را به عهده گرفته بود، پس از 4 برد در 4 بازی رسما از سوی فدراسیون فوتبال اسپانیا به عنوان سرمربی تیم رئال مادرید تایید شد. سخنگوی فدراسیون فوتبال اسپانیا روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت سانتیاگو سولاری رسما از سوی فدراسیون فوتبال اسپانیا به عنوان مربی جدید باشگاه رئال مادرید تایید گردیده است. این مربی 42 ساله آرژانتینی بعد از باخت 5-1 رئال در برابر بارسلونا جانشین خولن نپتیگی برای 2 هفته از سوی سران باشگاه رئال انتخاب گردید. پیگرینی سال 2009 نیز با رئال با 4 برد پیاپی در شورای کار خود دست یافت. تنها با این تفاوت که تفاضل گل رئال در 4 بازی مثبت 12 بود. کامچو سال 2004 و بوسکوف سال 1979 در رده های بعدی قرار دارد. دو بازیکن فرانسوی منچستر یونایتد از عهده تیم ملی کنار گذاشته شدند. فدراسیون فوتبال فرانسه اعلام کرد پل پوگبا و آنتونی مارسیال به دلیل مصدومیت از لیست تیم برای بازی با هلند و یوروگوئه کنار گذاشته شدند. خبرها تا این ساعت از توجهتان جهان سپاس.